قطع به یقین یک جریان امنیتی تتلو فرستاد اون ور. شک نکنید. 5 سال زندان، 100 ضربه، 80 ضربه شلاق برات بریدیم، 2 روز ممنون خروجی تو برمی‌داریم. میمونی یا میری؟ میمونی یا میری؟ شما باشی چیکار می‌کنی؟ میری دیگه. اونورم زندان و شلاق. اونورم آماده. بیا اینجا کنسرت تو بذار، همه کاراتو بکن فلان. برای چی اونور داره به تو سرویس دهی می‌کنه؟ کی قرار است تو بهره ببره؟ حداقلش چه پیامیه؟ حداقلش من از قدیمی با گوگوش کی فرستاد خارج؟ گوگوش ایران بود، با کیمیایی بود دیگه. کی فرستادش خارج؟ سعید امامی، متهم اصلی قتل زنجیری. اگه بخوان یه نفر میاد، بخوان یکی میره. چه فکری پشت سرانه؟ من راجع به اینا قضاوت نمی کنم. من راجع به سعید امامی میگم، از من میپرسن میگن چجوریه، میگم اگر جاسوس نبوده باشد در پازل اسرائیل بازی کرد. منصفانه میگم میگم اگر جاسوس نبوده باشه تو پازلشون بازی کرد. مثلا آقای پورمسعود میگه نه جاسوسه، من میگم نه، چون پیچیدگی ها داره. شما وقتی با یه اینا آموزش های ضد بازجویی میبینن، اصلا برای شما میتونن رتب و یابس رو یه جوری به هم ببافن که جور در بیاد وقتی طرف داره خوش دفاع میکنه. شما اون کسایی که قتل زنجیری اونجوری بازجویی کردن میری خوشون دفاع میکنه، آها باید اینجوری میبود، بچه که نبوده، باید محکم باش برخورد میکنه، تو حرف بزنه اینه فلان بهمانه. با این یکی نگاه صحبت میکنه، اینم میگه آها یو حضرت عباس کدومی که ایناست؟ سخته با بچه طرف نیستی که شما پخش کنی بترسه. یه عمر ملت رو نشونده، بازجویی کرده.